بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای مهربان، محصلین عزیز سمستر چهارم سلام و وقت بخیر. امیدوارم که صحتمند و سر حال باشین. جلسه چهارم از مضمون اقتصاد کلان دو در خدمت شما هستیم. آخرین بحثی که ما ارائه کردیم عبارت از انتقال منحنی عرضه بود که ما دو نوع انتقال در منحنی عرضه داشتیم. یک نوع انتقال، انتقال مطلوب منحنی عرضه بود که باعث میشد هم مقدار تقاضا و ببخشید مقدار عرضه و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش پیدا بکنند، و انتقال نامطلوب منحنی عرضه باعث میشد هم میزان عرضه کاهش پیدا بکنه و هم سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا بکنه. خب، در این جلسه بحث را آغاز میکنیم با نظریه کنزی ها و کلاسیک ها در رابطه با منحنی عرضه. شما توسط این دو گراف به سادگی میتونید تفاوت بین نظریه کنز و نظریه کلاسیک ها را مورد بررسی و مقایسه قرار بدین. اولین بحثی که ما در نظریه کینز داریم ایست که طبق نظریه کینز، طبق تحلیل های کینز، کینز تقاضا را که عبارت از این منحنی هست، تقاضا را تابعی از حجم پول، میزان مخارج دولت، میزان مالیات ها، میزان درآمد، میزان حجم معادلات و غیره می دانست. خالص صادرات و واردات که x منفی m بود. یعنی بر اساس نظریه کینز حجم پول، مخارج دولت، سیاست های مالیاتی، درآمد افراد، ثروت افراد، اینا می دانست روی تقاضا تأثیر گذار باشه و تقاضای کل تحت تأثیر ای عوامل قرار داشت. اما در نظریه کلاسیک ها اعتبار بیشتر را یا اهمیت بیشتر را به حجم پول می دادن. یعنی از دید کلاسیک ها منحنی تقاضا تحت تأثیر یا مقدار تقاضا تحت تأثیر مقدار پول یا حجم پول بود، که البته او هم در دراز مدت، در کوتاه مدت آنها باز تأثیر پول را خونسا می دیدند. تحلیل دیگه ای که ما در نظریه کینز و نظریه کلاسیک ها می تانیم داشته باشیم او شکل منحنی عرضه هست که در نظریه کلاسیک ها یا در تحلیل کلاسیک ها منحنی عرضه را کاملا یک منحنی عمودی در نظر می گرفتن و این را به عنوان منحنی عرضه کل تلقی می کردن. اما در نظریه کنزی ها یا کنز معتقد بود که منحنی عرضه ابتدا یک شیب تقریبا ملایم داره، یعنی در بعض موارد حتی این شیب را تا یک حدودی به شکل افقی در نظر می گرفتن، یک شیب تقریبا معادل با صفر. بعد از این نقطه شیب منحنی عرضه را به شکل عمودی و با شیب بیشتر در نظر می گرفتن که تقریبا مشابه می شدن با منحنی عرضه کلاسیک ها. یعنی در نظریه کینز منحنی عرضه ابتدا حالت شیب بسیار ملایم داره تا یک نقطه، از این نقطه به بعد دوباره شیب منحنی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. پس تا اینجا ما و شما یک مقایسه را بین کینز و کلاسیک ها داریم که در این دو گراف، در این دو شکل به سادگی به مشاهده میرسه که شما میتونید تفاوت های بین نظریه کینز و نظریه کلاسیک ها را از این دو گراف به آسانی
داشته باشید. شیب منحنی عرضه همانطور که گفتیم از نظر کلاسیک ها منحنی عرضه عمود بر محور افقی است. دلیلی که میگن عمود بر محور افقی هست یا منحنی عرضه کاملا یک حالت عمودی مانند داره ایه که تولید و اشتغال، هر دوی اینا تولید و سطح اشتغال هر دو به وسیله عرضه تعیین میشه. یعنی از دید کلاسیک ها ای عرضه هست که سطح تولید و سطح اشتغال را تعیین میکنه. یعنی اگر عرضه افزایش پیدا بکنه سطح تولید و سطح اشتغال هم افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس. و آنها در تحلیل اقتصاد کلان تقاضای کل را زیاد اثرگذار نمیدیدند در میزان در تاثیرگذاری روی میزان تولید و میزان اشتغال. یعنی میگفتند تقاضای کل هیچ نقشی در تعیین تولید کل ندارد. یا به طور خلاصه اگر بخوایم این بحث را بیان بکنیم میتونیم به این شکل بگیم که شیب منحنی عرضه در نظریه کلاسیک ها یک شیب بسیار زیاد هست. یعنی منحنی عرضه با یک شیب بسیار کلان و متمایل به طرف لایتناهی وجود داره و عرضه تأثیر خیلی شدیدی روی میزان تولید و میزان اشتغال داره و تقاضای کل هیچ نقشی و هیچ اثری روی تعیین مقدار تولید کل و اشتغال نداره. یعنی تولید کل و اشتغال با تقاضا زیاد ارتباط نمیگیره. اما نظریه های کینز متفاوت تر هست. طبق نظریه کینز در کوتاه مدت مزد پولی نمیتواند اشتغال کامل را حفظ کند. یعنی که دستمزدهای پولی، دستمزدهایی که به شکل نقدی پرداخت میشن، اشتغال کامل را نمیتونه به وجود بیاره و احتمالاً افراد نظر به این که اطلاعات کاملی ندارن نمیتونن در رابطه با دستمزدهای پولی تصمیم گیری بکنن و باعث بشه که اشتغال کامل به وجود بیاره. یعنی که اگر سطح اشتغال پایین باشه از سطح اشتغال کل یا اشتغال کامل، سطح اشتغال ما پایین باشه، منحنی عرضه کل تقریبا موازی محور افقی است. همون حالتی که گفتیم تا همون نقاطی که سطح اشتغال پایین هست، یعنی ما از ظرفیت نیروی کار به اندازه اعظمی از او استفاده نکردیم. از دید کینز منحنی عرضه کل تا او ساحره حالت موازی با محور افقی داره و دارای شیب تقریبا نزدیک به صفر هست. در این صورت است که تقاضای کل به تنهایی تولید کل را تعیین میکند، برخلاف کلاسیک ها که کلاسیک ها میگفتند عرضه کل تعیین کننده مقدار تولید هست. ولی آقای کینز میگه در کوتاه مدت تا همون نقطه ای که اشتغال کامل به وجود نمی آید، تا اون نقطه عرضه روی تولید کل اثر نداره، بلکه این تقاضای کل هست که روی مقدار تولید اثر داره. یعنی تقاضای کل هست که به تنهایی تولید کل را تعیین میکنه. منحنی عرضه کل بعد از قسمت موازی یک شیب بسیار تندی را میگیره، سیر صعودی میگیره. تغییر مکان در منحنی تقاضای کل اقتصاد را به سمت قسمتی از منحنی عرضه کل که دارای شیب مثبت است کشانده، باعث تغییر در تولید می شود. در این حالت علاوه بر تقاضای کل، عرضه کل نیز در تعیین سطح تولید و اشتغال اهمیت دارد. خب تا حدودی ما تفاوت بین نظریه کینز و کلاسیک ها را فهمیدیم. بذارید این موضوع رو من با یک گراف بیشتر با شما توضیح بدم که چطور از دید کلاسیک ها و کینز ها در کوتاه مدت یا دراز مدت عواملی مثل میزان عرضه و میزان تقاضا چطور روی تولید و اشتغال اثر میگذاره. خب متوجه باشین که
ما دو تا نظریه داشتیم، یکی نظریه کنزی ها بود در رابطه با اثرگذاری روی مقدار تولید و اشتغال، و یکی هم نظریه کلاسیک ها بود. ببینید، ما مقدار تولید را داریم و مقدار قیمت ها یا سطح اشتغال را هم میتونیم در اینجا بگذاریم. اینجا داریم از نظر کلاسیک ها در کوتاه مدت و بلند مدت عرضه یک چنین حالتی داره، یعنی وای اس یا وای سپلای حالت عمودی داره و این عرضه است که مقدار قیمت ها و سطح تولید را تحت تاثیر خود قرار میده و اشتغال را هم عین شکل، یعنی چه ما کوتاه مدت داشته باشیم چه بلند مدت داشته باشیم، این مقدار عرضه هست که تعیین کننده سطح اشتغال و تعیین کننده میزان تولید هست. ولی از نظر کنزی ها ابتدا معنی عرضه حالت تقریبا افقی داره، بعد از یک نقطه حالت عمودی داره که این حالت بعد از یک نقطه ای که ما داریم این تقریبا مشابه با منحنی عرضه کلاسیک ها هست. این فاصله را برای کنز یک فاصله کوتاه مدت در نظر می گیرند، یعنی در این فاصله در تا زمانی که ما به این نقطه نرسیدیم اشتغال ناقص هست، اشتغال ناقص هست، یعنی اشتغال کامل وجود نداره و سطح اشتغال به حد اعظمی خود نرسیده. تا این نقطه این تقاضای کل هست که سطح تولید را تعیین میکنه، یعنی تولید تحت تاثیر تقاضای کل هست از این نقطه تا این نقطه. از این نقطه به بعد که ما به اشتغال کامل میرسیم و سطح اشتغال کامل میشه، این عرضه و تقاضای کل هر دو همزمان هست که میزان اشتغال و تولید کل را تحت تاثیر قرار میده. پس تا این قسمت معلوم بشه که یک تفاوتی که کینز با کلاسیک ها داشت در مدن زمان بود که کلاسیک ها در کوتاه مدت و بلند مدت نقش تقاضا را نادیده میگیرند، اما کینزی ها در کوتاه مدت نقش عرضه را نادیده میگیرند، در بلند مدت نقش عرضه و تقاضا را هر دو را بر اثرگذاری روی مقدار تولید و سطح اشتغال مؤثر میدانند. و این تفاوتی بود که بین نظریه کینز و نظریه کلاسیک ها وجود داشت. اون تفاوت هایی که در قسمت عرضه تفاوت بین کلاسیک ها و کینزی ها دیدیم، حالا بیم در قسمت تقاضا هم این تفاوت را مورد تحلیل قرار میدیم. کلاسیک ها در رابطه با نظریه مقداری پول آمدن نظریه دادن که منحنی تقاضا از تقاضای معامله پول، تقاضای معامله پول یک معادله را تشکیل میداد به نام مرابطه مبادله، یا نظریه مقداری پول که از ام ضرب وی مساوی با پی ضرب وای به دست می آمد. در این رابطه ام حجم پول هست، وی سرعت گردش پول هست، پی سطح عمومی قیمت ها هست و وای هم مقدار تولید هست که حاصل ضرب پی ضرب وای هم تحت نام تولید ناخالص اسمی یاد میشه. میگه که سرعت گردش پول یعنی وی در کوتاه مدت ثابته، یعنی تغییر نمیکنه، نه افزایش پیدا میکنه نه کاهش پیدا میکنه، لذا منحنی تقاضای کل تنها به مقدار پول بستگی دارد. اگر ما این مقدار تقاضا در نظر بگیریم یا همون تولیدی که مقدار تقاضا هست این ما در نظر بگیریم و وید ثابت در نظر بگیریم، مقدار تقاضای کل تحت تاثیر ام هست و ام هم عبارت از حجم پول هست، یعنی که با افزایش در مقدار پول، یعنی اگر مقدار پول در بازار افزایش پیدا کنه تقاضای کل هم افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس با کاهش مقدار پول تقاضای پول هم تقاضای کل هم کاهش پیدا خواهد کرد.
این حالتی که مقدار پول زیاد بشه و تقاضا هم زیاد بشه، تغییر مکان منحنی تقاضای کل را به سمت راست به نمایش میگذاره. یعنی حالتی وجود داره که ما یک منحنی تقاضا داریم در مرحله اول، این را میگیریم فرزن دیگه، این دیگه هست که با حجم پول ام یک وجود داره. حالا اگر حجم پول از ام یک برسه به ام دو، این باعث میشه که تقاضا هم تغییر بکنه و برسه به نقطه دی دو که همین انتقال به طرف راست به دلیل افزایش در حجم پول هست. وقتی ام دو بزرگ از ام یک باشه، منحنی تقاضا به طرف راست منتقل میشه، و برعکس اگر قرار باشه که حجم پول کاهش پیدا بکنه، یعنی ام سه حجم پول سوم از ام یک و ام دو کمتر باشه، در این صورت منحنی تقاضا به طرف چپ منتقل خواهد شد و مقدار پول کم بشه، تقاضا هم کم بشه و تغییر مکان منحنی تقاضای کل به سمت چپ هست. این نظر کلاسیک ها بود که در کوتاه مدت آمده بود سرعت گردش پول را ثابت فرض کرده بود و با ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، مقدار تقاضا یا تولید تحت تاثیر حجم پول قرار داشت. با افزایش حجم پول تقاضا زیاد می شد، منحنی تقاضا به طرف راست منتقل می شد، با کم شدن مقدار پول تقاضا کم می شد و منحنی تقاضا به طرف چپ تغییر میکرد. که در این شرایط اگر ما این تحلیل را درست بدانیم، یعنی فرض بکنیم که این رابطه وجود داشته باشه، با استفاده از سیاست های پولی انقباضی و سیاست های پولی انبساطی، شما میتونید خیلی شدید مقدار تولید و مقدار تقاضا را در اقتصاد تحت تاثیر قرار بدین و از او طریق هم روی تورم اثرگذاری داشته باشین و هم روی رکود اقتصادی بتانین تاثیرات داشته باشین با استفاده از تغییرات در حجم پول. اما کنزی ها یا کنز میگه که مخالف نظریه مقداری پول هست، یعنی این رابطه را در کوتاه مدت حداقل درست نمیدانه. میگه عوامل مؤثری که بر تقاضا تاثیر میگذارند مثل عوامل مؤثر بر مصرف هست، سرمایه گذاری هست و مخارج دولت هست، اینا عواملی است که از طریق اینا تقاضای کل تحت تاثیر قرار میگیره. در صورتی که کلاسیکا میگفتند تقاضای کل تحت تاثیر حجم پول هست، اما کینز میگه نه، تقاضای کل تحت تاثیر مصرف، تحت تاثیر سرمایه گذاری و مخارج دولت هست که سی عبارت از مصرف، آی عبارت از سرمایه گذاری و جی هم عبارت از مخارج دولت هست. حتی این قسمت شما میتونین خالص صادرات بیارن که صادرات منفی واردات هست در دنیای چهاربخشی که تجارت خارجی هم در او شامل باشه. هر تغییر در هر یک از ای عوامل سی و آی و جی میتونه که منحنی تقاضا را تغییر بده. برای اثبات تقاضای کل نیاز به سیاست های مالی و پولی، برای ثبات تقاضای کل هم نیاز به سیاست های مالی و پولی دولت هست. یعنی که از نظر کلاسیک ها سیاست های مالی زیاد اثرگذاری نداشتند، به این دلیل اثرگذاری نداشتند که اونا مقدار تقاضا و مقدار تولید را تحت تاثیر حجم پول می دانستن. یعنی صرفاً از طریق سیاست های پولی اونا می تانستن که مقدار تولید را تحت تاثیر قرار دادن، ولی از نگاه کینز هم سیاست های مالی و هم سیاست های پولی هر دو تا می تانن روی مقدار تقاضا تاثیر بگذارن و از طریق سیاست های مالی و پولی ما بتانیم که به تغییر در تقاضای کل و تغییر در تولید و اشتغال به وجود بیاریم. خب
میریم سراغ بحث بعدی ما و شما. فصل بعدی ما و شما تحت نام بیکاری و تورم هست. دو موضوعی که همیشه در کنار هم بحث میشن، یکی بیکاری و یکی دیگه تورم، از جمله دو مشکل کلان اقتصادی یاد میشه یا دو موضوع حساس اقتصادی یاد میشه، به دلیل اینکه روابط اقتصاد یا وضعیت اقتصاد شدیداً تحت تاثیر این دو عامل بیکاری و تورم هست، و اگر اقتصاد یا وضعیت اقتصادی طوری باشه که گرفتار بیکاری و تورم باشه و به او توجه صورت نگیره، میتونه که دچار صدمه های خیلی شدید بشه، یعنی که عوامل تورمی و بیکاری بسیار شدیداً روی وضعیت اقتصاد یا و روی رشد و رونق اقتصاد تأثیر میگذاره و اقتصاددان ها یا مراجع تصمیم گیر در برنامه های اقتصادی حتماً و الزاماً باید روی مسئله بیکاری و تورم توجه جدی را داشته باشند. به عنوان یک مقدمه، یک نظریه از کلاسیک ها را مورد بحث قرار میدیم. کلاسیک ها میگه که عرضه و تقاضای کار، یعنی عرضه کار و تقاضای کار، هر دو تابعی از مزد حقیقی است. شما تفاوت بین مزد حقیقی و مزد اسمی را حتما میدانید. مزد حقیقی عبارت از همو قدرت خرید یک مقدار دستمزد هست، ولی مزد اسمی عبارت از ارزش اسمی او دستمزد هست. به عنوان مثال ما اینجا یک سیستم عرضه کار و تقاضای کار داریم که در یک نقطه با هم به تعادل رسیدن. مثلا سطح اشتغال رسیده بوده به این صفر و مزد حقیقی که از حاصل تقسیم W بر P به دست می آید. وقتی ما بخوایم دستمزد یا همون ویجی که هست، همون مبلغ پولی که هست، بر سطح عمومی قیمت ها تقسیم کنیم، یک کمیتی را می ده برای ما به نام دستمزد حقیقی. مثلا شما فرض کنید سطح عمومی قیمت ها یک عددی هست، دستمزد یک فردم 10,000 هست، این 10,000 را تقسیم بر سطح عمومی قیمت ها کنید، این عددی که برای شما میدهید دستمزد حقیقی میشه. پس میگیم که ما یک عرضه کار داریم، یک تقاضا برای کار داریم، در این نقطه اینا با هم تعادل رسیدن در بازار کار، که در این تعادل عرضه و تقاضای کار با هم برابر هستند و ما در یک نقطه تحت نام اشتغال کامل قرار داریم، یعنی در این نقطه اشتغال کامل وجود داره زمانی که عرضه کار و تقاضای کار وجود داشته باشه، که این عبارت از تعداد کارگر هست در قیمتی که دستمزد حقیقی کارگر را به اندازه W بر P باشد. پس خلاصه این بحث ای است بچه ها، که از نظر کلاسیک ها عرضه و تقاضای کار یا میزان کار تحت تاثیر دستمزدهای حقیقی هست، که دستمزدهای حقیقی هم از حاصل تقسیم ویج یا نه همو دستمزد پولی تقسیم بر سطح عمومی قیمت ها به دست می آید. و در جایی که عرضه و تقاضا با چنین سازوکاری با هم مساوی باشند، یعنی به تعادل برسند، ما در نقطه اشتغال کامل قرار داریم از دید کلاسیک ها. حالا اگر عرضه کار بیشتر از تقاضای کار باشه بیکاری رخ میده، و اگر تقاضا برای کار بیشتر از عرضه کار باشه باز سطح اشتغال افزایش پیدا میکنه و بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد. موضوع نرخ بیکاری و محاسبه کردن نرخ بیکاری باشه برای جلسه بعد، به دلیلی که ویدیو سنگین نشه، حجم ویدیو افزایش پیدا نکنه. ما تا این قسمت یک یادآوری از مطالبی که در این جلسه خواندیم خواهیم داشت. ما
بیان کردیم که یک سری تفاوت‌های در نظریه کنز و کلاسیک ها هست که خلاصه این نظریه ها در همین گراف مجددا نمایش داده میشه که از نظر کنز تقاضا تحت تاثیر حجم پول، مخارج دولت، مالیات ها، سرمایه گذاری، تجارت خارجی است، ولی از نظر کلاسیک ها تقاضا و به ترتیب تولید و اشتغال تحت تاثیر حجم پول هست. برای اینا سیاست پولی اهمیت بیشتر داره. از نظر کنز هم سیاست پولی و هم سیاست مالی کارساز هست. کنز کلاسیک ها در کوتاه مدت و بلند مدت عرضه را عامل تغییر در تولید می دانند. کنز در کوتاه مدت صرفا تقاضا را باعث تغییر در مقدار تولید می داند، ولی از یک نقطه به بعد هم عرضه و هم تقاضا را عامل اثرگذار بر سطح اشتغال و سطح تولید می داند. تا این قسمت درس ما و شما در اینجا به اتمام می رسه. امیدوارم که ایام خوب و خوش را سپری بکنین و من الله توفیق.